آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سفر فرستادگان ویژه رئیس جمهور آقای حسن روحانی رو به کشورهای مختلف یک ابتکار دیپلماتیک خواند و در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در این ابتکار دیپلماتیک ابتداءً پس از اقدامی که آقای دونالد ترامپ از برای خروج از برجام انجام داده، ابتداءً شخص وزیر امور خارجه یعنی آقای دکتر جواد ظریف سفرهایی داشته به پکن، مسکو و بروکسل. این در رابطه با همین اقدام بوده و در این سفرها پیام‌هایی از شخص رئیس جمهور برای مسئولان برده و همینطور سفر رئیس جمهور به اجلاس سران شانگهای و دیدار شخص رئیس جمهور با رؤسای جمهور چین و روسیه رو یکی از این ابتکارهای دیپلماتیک در مقابل با اقدام آمریکا خوانده و در بخشای دیگری هم گفته شخصیت‌های دیگر هم وارد این سفرها شدند. او گفته که در همین چارچوب یعنی برای مقابله با اقدامی که آمریکا کرده، خانم معصومه ابتکار به مالزی و اندونزی رفته و خانم لیا جنیدی به هلند رفته و رضا اردکانیان وزیر نیرو به کشورهای گرجستان و ارمنستان رفته و همینطور شخصیت‌های دیگر رو به اکناف جهان فرستاده رئیس جمهور تا پیام‌های اونها رو برسونه و اعلام بکنه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی یک ابتکاراتی دیپلماتیکی مقابل اقدام آقای دونالد ترامپ انجام داده، افرادی به این سو و اون سوی جهان فرستاده میشن. آخرین کسی که سفر داشته آقای دکتر علی اکبر ولایتی بوده که پیام‌های ویژه‌ای رو به مسکو برای شخص پوتین برده و در اونجا هم اظهاراتی کرده که جالب توجه بوده. ایشون در اونجا در مسکو اعلام کرده که حضور جمهوری اسلامی در سوریه و عراق صرفاً حضور مستشاری است، یعنی اقدام نظامی انجام نمیده و در مورد مسائل نفتی، روابط نفتی ایران و روسیه هم اظهارات و اعداد عجیب و غریبی داده که قابل توجه است. پیش از این هم خبر داده که آقای پوتین برای شرکت در نشست صلح سوریه سفری به تهران داره که به زودی انجام میشه. و اما در مورد نفت گفته که در حوزه نفت نیز یکی از شرکت‌های مهم نفتی روسیه با وزارت نفت ایران قراردادی را به مبلغ 4 میلیارد دلار منعقد کرده. او گفته که در این مورد مسئولات سفر خودش رو اینگونه برشمرده، گفته دو شرکت نفتی مهم روسیه یعنی روسنفت و گازپروم نفت هم صحبتهایی با ایران کردن و قراردادهایی تا مبلغ 10 میلیارد دلار قرار هست که با ایران انجام بدن. او گفته که آماری که شخص پوتین در این جلسه بیان کرده حاکی از این بود که وی یعنی آقای پوتین تأکید داشت روابط نفتی ایران و روسیه تا سقف 50 میلیارد دلار ادامه پیدا بکنه. یعنی به یک شیوهی آقای دکتر ولایتی صحبت کرده که گویا روسیه داره جایگزین شرکت‌های غربی میشه. اما واکنش سخنگوی کاخ کرملین جالب بوده که در مقابل پرسشی که خبرنگاران از او کردند اظهار داشته که من نمیتوانم آمارهای گفته شده از سوی آقای ولایتی رو تایید کنم. اظهارات دولت جمهوری اسلامی و شخص اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم که در سفری به اصفهان داشته قابل توجه است. ایشون در این سفر هشدار داد که جمهوری اسلامی در سایه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بدون شک با شرایط استثنایی جدی و خطرناکی مواجه شده که برخلاف تصور بعضی‌ها در داخل شرایطی تکراری نیست که بتوان چاره‌ای تکراری برای آن جستجو کرد، زیرا که آمریکا طرح تضعیف ایران
و براندازی نظام را در اولویت خود قرار داده است. صراحتاً آقای اسحاق جهانگیری کل برنامه های امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی رو در این جملات کوتاه بیان کرده و همینطور که اشاره شد پیشتر امریکا و متحدانش هر روز و هر روز اقدامات جداگانه ای در مورد ایران داره میکنن، همینطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که اقدامات دیپلماتیک ایران برای مقابله با امریکا تا کنون وسیع و گسترده بوده. امریکا هم بارها و بارها همه سفرهای خودش رو مأمور کرده در سراسر جهان و شخص رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس وزیر خزانه‌داری آمریکا و دیگران با شیوه های مختلف سعی میکنن که فشار به جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. و آخرین اشاره‌ای که داشتیم گفتگویی بود که مایک پامپئو با روزنامه نشنال امارات متحده عربی انجام داده بود و در اونجا گفته بود که قصد آمریکا و متحدانش در منطقه یعنی کشورهای عربی و یقیناً اسرائیل این هست که مخالفان جمهوری اسلامی رو یک پارچه بکنه. و به همین دلیل وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرده که مایک پامپئو 8-9 روز دیگر یعنی 22 ژوئیه با جمعی از ایرانی آمریکایی ها دیدار و درباره حمایت از صدای ایرانی ها سخنرانی خواهد کرد. صدای ایرانی ها معنا مفهومش صدای معترضان و مخالفان هست.